فکر کنم آخرین بحثی که خوندیم بوتستراپ رو تمام کردیم، درسته؟ ببینید، ما از قسمت وب حدود یه جلسه HTML خوندیم، یه جلسه JavaScript خوندیم، یه جلسه jQuery خوندیم، یه جلسه هم اومدیم بوتستراپ رو خوندیم. این از مفاهیم پایه وب. این چهار تا بحثی که مربوط به وب بود و خوندیم. خب از امروز شروع میکنیم این مباحثی رو که خوندیم، مثل یه پروژه که یادتونه توی قسمت ویندوز اپلیکیشن شروع کردیم، یه پروژه توی جاوا‌اسکریپت نوشتیم، دوباره هم امروز هم شروع میکنیم آروم آروم همین مباحث رو توی یه پروژه تحت وب شروع کنیم و بریم جلوتر تا این پروژه وبمون رو چیکار کنیم؟ تمام کنیم. خب ببینید، احسان پروژهتون کدوم مسیر بود ما شما؟ کو؟ نه دی، آها نه، پروژه نه اون وب بشه، خود پروژهتون احسان کلاس. نه آها، ببینید میام تو احسان کلاس یه پروژه درست میکنم تحت عنوان چی؟ وب. این بقیهش رو پاک میکنم، یکی احسان سایت بود، یکی هم تو درایو سی تو انتتاب دبی دبی بود، احسان سایت بود، رو پاک میکنم. مای پست و مای گت و وارد محیط ویژوال استودیومون میشیم. آره دیگه شروع میکنم همون پروژه رو که قبلن واسه فروشگاه نوشته بودی. ما دوباره دارم رو بستر وب وب مینویسیم، دیگه توی بستر ASP.NET مینویسیم. این درس واقعیتون در حقیقت از وبتون از امروز شروع میشه. میاد فایل نیو فایل نیو وبسایت دیگه نه نیو پروژیکت نمیزنم. چیو میزنید؟ وبسایت. خب یه دونه ASP MPT وبسایت انتخاب میکنید، براوز میکنید، میاید پروژه احسان کلاس وب. ببینید پروژه‌ای که ما ایجاد کردیم یه فایلی تحتش هستش توش به نام web.config. ببینید این فایل واسه مادر همین application.config هم تو پروژه‌های ویندوزی هستش، اونجا زیاد مهم نیست اما تو این قسمت خیلی مهمه. این یعنی تنظیمات کل سایت شما از روی این فایل web.config خونده میشه. سیشن رو چطوری بسازه، سیشن رو کجا بسازه، نوع اتانتیکیشنتون چی باشه، فرم باشه، اینترنت باشه، کوکیاتون رو چطوری رمزش کنه نکنه، اینا همش از این فایل web.config میخونه. خب برای اینکه شروع به نوشتن پروژه میکنید، اولین صفحه‌ای که در پروژهتون باید درست کنید یه صفحه هستش به نام مستر پیج. این صفحه داریم به نام چی؟ مستر پیج. اینو کلیک میکنم، اوکی میکنم. خب
یه صفحه به نام مستری بیس به پروژه چی میشه؟ اضافه میشه. خب میام تو قسمت دیزاین، هرچی از کنترل آد دیگید یک کنترل آد میکنه چی؟ دیگید میکنه که همه چیزا تبکه بیان کنترل آد دیگید هیچی نباشد. سه، خب چون وقت کلاس محدوده، من از یکی از پروژه هایی که گبرانم فکر کنم اینو بهتون دادم فنی تو قسمت ASP.NET همینو میتوسته. قسمت کپی میکنم تو این پروژه و براتون توضیح میدم چه اتفاقی داره میفته. اولین کاری که باید بکنیم چی بود؟ باید به پروژه خودمون جی‌کوئری و بوت‌استرپ اینا رو چیکار کنیم؟ اضافه کنیم. خب میگیم پاکشون کردم و همشون کجا دارمش؟ یه دانلودش میکنیم دیگه. از میشون که میگیم اول بوت‌استرپ رو دانلود میکنیم چون میخوام تو فیلم بیفته. بوتستراپ دانلود. اینترنت کار نمیکنه. اینترنت قطع است. من اون روز دانلودش کردم، تو دانلودم نموند مگه؟ کوکو؟ آیا؟ خب کپی اکسترکتش کنم. خب این بود استرپ من. کپیش کنید بیارید پیست کنید تو پروژت. کنترل آلت ال راست کلیک پیست. ببینید این پروژه بوت‌استرپتون. یه دونه هم جی کوئری رو میخوام. بچه جی کوئری رو دارید ورژن آخرش رو؟ بذار ببینم تو یکی از پروژه هم باید باشه. سب کن حتما بگردم. باید تو زمپ هم باید باش. بچه زمپ میبینید؟ این هم جی کوئری. این هم میاد به پروژه اضافهش. ببینید یه جی کوئری بهش اضافه کردم، یه دونم بوت‌استرپ. خب تو پروژه های قبلی ما جلسه قبل خوندیم اگه بخوایم از بوت‌استرپ استفاده کنیم باید چیکار میکردیم؟ اینا رو رود میکردیم دیگه، میآوردیم اینا رو تو پروژه خودمون رودشون میکردیم. منم همین کار رو میکنم. میام دو تا فایل میای تو این سورس تو قسمت هید این یکیش یکی دیگه کدوم بود؟ دو تا هم جی اس داشتم. نگاه کنید چرا من جی اس رو این دفعه
دو تا هم جی اس داشت، یکی ها یکی همین خب این مسیرش رو تنظیم کنیم، یکی بود پیک داد یو آر کجا بود، یکیش تو بود تو سترپ تو سی اس اس بود، سترپ مین سی اس اس بود دیگه، این یکی خب این یکی کجاست، توی جی کوئری این بود، یکی چی بود گفتم حتما این ستا باید چی بشه به پروژه اضافه بشه، پون تو اس میکنم سیف میکنم بشه. خب میام تو قسمت دیزاین و هیچی من اضافه نکردم، فقط به صفحه امکانات چی اضافه کردم، بوتستراپ رو بهش اضافه کردم. الان میخوام شروع کنم دیزاین صفحه‌م رو درست کنم. چه درست کنم؟ این دیزاین صفحه‌مون رو آروم آروم طراحی کنم، این صفحه‌ای که دارم باهاش کار میکنم. خب از این بردارم که وقتم رو زیاد تر باشه. گفتیم اولین چیزی که باید به صفحه‌مون بذاریم چیه؟ یه کانتینر هستش دیگه. خب میای تو قسمت بادی یه دونه کانتینر به پروژه اضافه میکنم، قسمت بادیتون یک کانتینر که پروژه اضافه بعد کانتینر گفتیم باید بیام چی اضافه کنیم بهش، عکس اضافه کنیم دیگه. خب من یه رو اضافه میکنم بهش، نگاه کنید یه رویی که فقط توش یه دونه سد داره. خب همین کار انجام میدم، یه ردیف بهش اضافه میکنم با یه سد که توش چی رو میخواد. ببین اینجا یه نکته هست، من از یه کلاسی استفاده کردم ایمیج تیره چی بود؟ نگاه کنی ریسپانسیو بود، از یک کلاسی استفاده کردم به نام چی؟ ایمیج داد ریسپانسیو. خب میگه سورس ایمیج یه هیدر ایمیجی باید بذاریم رو تو این صفحه همون. خب ما میگیم مثلا ببینید یه هیدر اکس بی اکس باید پیدا کنیم بیاریم تو پروژه همون. نگاه کنی مثلا میام تو پروژه خودمون یک پوشه درست میکنم به نام ایمیج. خب مگه وقت تلف نشه من از همین پروژه آماده که داریم این یه ایمیج ببینم کدومه، مثلا همین عکس رو برمیدارم میارم پیست میکنم تو پروژه خود، کنترل اسش میکنم ببینید. خب دقت کنید ما تا این قسمت کار خاصی انجام ندادیم، ما هیچ کاری الان انجام ندادیم، یه دونه عکس رو بردیم گذاشتیم تو این قسمت، نگاه کنید به این صورت یه عکس رو بردیم گذاشتیم تو این قسمت که اینم داره نشون نمیده. بذار ببینم چرا نشون نمیده. PQR image header control s design. خب یه عکسی رو بردم گذاشتم توی پروژم که میتونم این عکس رو یه مقدار مثلا همین اندازش درست سورس سایز بدم بهش گاتی میکنه. خب بعد این آلترنیت چیه؟ این توضیحاتی در مورد عکسی که روش بایستید یه دونه آلترنیت باز میکنه زرد رنگ، میتونید توش چی بنویسید؟ توضیحات رو نشون میده در مورد همون عکس. خب من یه عکسیه که من به نفع بود آوردم گذاشتم تو این قسمت از پروژه. خب بریم قسمت بعدی.
قسمت بعدی ما میایم میخوایم یه دونه نگاه کنید نویگیشن بار بسازیم یا منو بسازیم واسه سایتمون. خب یه دونه چی بسازیم؟ منو بسازیم. ببینید شما میتونید تو اینترنت میدونید بس از شانس اینترنتمون ادا داره در میاره بس ببینم میاره برم از سایتش بردارم نو با این بوتستراپ شانس امروز اینترنت سرم باشه از اینجا برم اصلاح توضیحاتشو میدم که متوجه بشید چی بگیم. کپی میکنم میارمش تو پروژه کنترل یا توضیح میدم اینا که کپی کردم توش چی هست. میام تو قسمت دیزاین یک قسمتی به این شکل به سامانه چی شده دارن به این صفحه بالا اضافه شده. بیا ببینیم اینا چی هست. نگاه کنید نوشتم دایو یه دونه چی درست کردم دوباره یه ردیف دیگه درست کردم گفتم سایزش در حالت لارج 12 باشه میدیوم هم 12 باشه اسمول هم ایکس اسمول هم چی باشه 12 باشه. بعد گفتم که ببینید کلاس نوبای نویگیشن بار بخواد این که میخوام این باراش این منو بذارم واسه سامانه خودم چی بذارم منو بذارم هستش که میام تو این قسمت ببین این قسمت هم برای به منوهایی که میخوام روش بذارم بذار این قسمت براتون سخت باشه حسبش کنم که این زیاد فعلا اذیتتون نکنم و توضیح میدم این چی هست. کنترل خب فکر کنید تا همین قسمت بذار من یه روی دیگه هم بیارم برای این پروژه چون اجراشو نبینید درک نمی‌کنید کی به کی هستش. بذار من یه روی دیگه هم بیارم واسه پروژه بذارم هنوز این کامل نیست دار پاکش میکنم برم. میارم تو این قسمت من یه اجرا از این بخوام بذارید بیارم اول اجرا بگیرم ببینید بعد بیام توضیح بدم تا هر چقدر توضیح بدم تا اجراشو نبینیم فایده نداره. دیزاینشو بزنم کنترل اس خب ببینید مسترپیس به خودی خود به دردی نمیخوره. شما باید میخواید از مسترپیس استفاده کنید باید بیاید اد یه دونه وب فرم اضافه کنید ویت مسترپیس بگید که از این به ارث ببر از این مسترپیس به ارث ببر این انجام بدیم ببینید خب. من یه ران ازش بگیرم که شما ببینید که بگیرم توضیح میدم من چیکار کردم مسترپیس چیه وب فرم چیه من بخوام یه ران بگیرم ازش ببینید کامپیوتر ما پرواز میکند. خب ببینید این قسمت ببینید این عکس ما شد این چیه؟ این عکس مونه این نویگیشن بار میبینید اینجا گذاشته ببینید یه نویگیشن بار اینجا گذاشتم اینو میگم این منوش میگن نویگیشن بار. بعد اومدم این قسمت یک تو این قسمت خودم یک قسمتی هست که توضیحات رو نوشتم این قسمت توضیحات اینجا هم عکس گذاشتم که این عکس ها رو میتونم با این جا بذاش کنم که ببینید دیدید تو سایت عکس میارم میذارم من رو توضیح میدم براتون من خواستم ببینید گیافی کور سایت که ما داریم طراحی میکنیم یه دونه عکس بالاست یه دونه منو پایینه یه سری نوشته این وره یه سری عکس اینجاست و این قسمت هم سایت ما میشه این قسمت کجا میشه سایت خود ما میشه
و قیافش خواستم ببینید. خب من برمیگردم چون هنوز کارم تمام نشده، خب دیفالت رو پارک میکنه و اصلا یه ببینید ها بذار به من باشه چون مستر پیجم تموم بشه باید دیفالت رو بسازم. خب این هم مستر پیج بریم تو مستر پیج. ما تا کدوم قسمت اومده بودیم؟ تا این تعریف اینا، تا این قسمت اومده بودیم. من اینا رو میخوام فعلا پاکش میکنم تا این دایو آخری که داشتیم. خب ببینید اینجا اگه بخواید دقت کردید یه سری سر منو داشتیم، بعد توشون یه سری زیر منو داشتیم، یادتونه یه سری تو منوها بالا نوشته شده بود درسته، بعد یه سری هم از واسه هر کدوم زیر منو ایجاد شده بود درسته. نگاه کنید اینا به چه شکلی ایجاد میشه. میاد ببینید یه دونه اگر به صورت توگر یعنی چی؟ به یه مدیریت نوشته میگه اگه مدیریت رو باز کنی اینا باز میشه. یه دونه ببینید تغییر پر رمز گذاشته که اصلا زیر منو نداره، نگاه کنید یه تغییر رمز رو گذاشته، یه دونه ورود اطلاعات گذاشته. این تغییر رمز رو ببینید میگه که اگر میخوای شورش رو بهتون بگم، شما اگه میخواید یه دونه نویگیشن بار بسازید این منوها ببینید دو تا من اگه بذارم حتی من اینطوری توضیح بدم درکش سخت میشه. بذارم من دیفالت بیجم بذارم اینا وفون اینجا عوضش کنم شما اونجا ببینی فکر کنم بهتر قابل درک میشه. سیوش کنم. خب ببینید من یه مدیریت دو تا آیکون دارم اینجا، ببین یکیش چیه؟ راگافته، یکیش چیه؟ خومه. خب اینا این دو قسمت رو میبینید، اینا رو نگاه کنید، یه دونه اینو نگاه کنید نوشتم تگ آ اچ رفرنسش صفحه چی رو فراخوانی کنه. خب مثلا لاگ آف نقطه ای اس پی ایکس رو مثلا فراخوانی کنه، الان میخونیم دیگه جی اس پی بودی مثلا لاگ آف ای اس پی ایکس رو فراخوانی کنه درسته با تگ آ یه لینک گذاشتم. اما مهمش اینه که توی این لینک از چی استفاده کردم، توی این لینک از تگای بوت استرپ استفاده کردم، گفتم فران آیکون رو بذار، بوت استرپ خودش این آیکون رو میشناسه، نگاه کنه گرافیکال آیکون راگافت خودش میشناسه. اگه من بگم گرافیکال راگافت آیکون رو بذار میاد اونجا یه دونه چی میذاره، عکس خونه با فرش چی میذاره، خروج میذاره. یا یه دونه گفتم سلام، اینه گفتم گرافیکال چی رو بذاره، هومو. یعنی ببین این دوتا تیکه که من دارم اینو این دوتا تیکه نگاه کن جزء این اسپنن ها نگاه کنید. ببین یه نویگیشن برند یا مگه برنده دیگه درسته، توی این نویگیشن برنده آوردم دوتا راگافت و کلید هوم گذاشتم. منظورم هم دوباره اجراش بگیرم متوجه میشه این قسمت اجراست. نه اینو فعلا اینو گذاشتیم، یکی این کلید راگافت این یکی این کلید هومشه. روشون هم کلیک کنیم ببینیم روش بایسی نوشته چی، پایین رو نگاه کن راگافت اسپیکس روی نوشته چی، نمیبینید مگه؟ پا
پایین پایین نگاه کن این پایینه، این قسمت رو ببین نگاه کنی دیدید. خب توی این قسمت هم میگم اگر مثلا هومو زد صفیه پیشورز ما چیه؟ این دیفالت مونه دیگه. میگم بوشم که کب برو صفیه چی؟ دیفالت ایس پیکس هم درسته؟ خب یا اگر یه صفحه هم بهش اضافه میکنم add with for with master اسمشو میذارم log off از مستر پیج استفاده کنه سیو. جدیدید اگر نکنید منظورم این اگر اینو بزنه میاد تو همین صفحه که روشیم، اینو بزنه میگه صفحه چیه؟ و گفته اسپیکس میگه که تلاش انجام میدم و تمام نشده. خب اما این منوها رو چطوری میذاره؟ اصولش ببینید اینا رو ما نذاشتیم اینا، یعنی شما بخواید منو بذارید شکلش اینه، اگر بخواید آیکون بذارید شکلش اینه تو بوت استرپ، اگر بخواید الان میخوام چی بذاریم از این منوها بذاریم. نگاه کنید این قسمت که تعریفش ثابته، باید این قسمت رو خودتون چی بزنید، بگید آقا یه دایوی تعریف میکنم نوعش از نوع نویگیشن هایی که باز و بسته میشه باشه، آیدیش هم گذاشتید گذاشت نذاشتم مهم نیست است. آیدی اسم دیگه. اما این یو کلاسش از نوع با نویگیشن باشه، ای کلاسش از نوع دراپ داون باشه. نگاه کنید اینجا اومده این مدیریتی که نوشته ها این قسمت این کد این مدیریت رو تولید میکنه. نگاه کنید این کد تا این قسمت اون کلمه مدیریتی که بالا هست اون رو ایجاد میکنه، باز میکنه میگه که از این نوع کلاس باشه. ببین اینو اینترنت رو نیاورد، اینترنت آورده باشه میبینید توی سایت آماده هست، شما کپیش پیستش میکنید کاستومایزش میکنید، یه سمپل آمادهش هست مثل من کپی پیستش میکنید فقط نوشتهاش عوض میکنید. درسته؟ میتونم صفحه رو کنگن رایت تو رفتش انجام بدم آخر انجام بدم مهم نیست. خب ببینید الان میایم مثلا ما میخوایم تو صفحه مدیریت نباشه چی بذاریم صفحه اولمون رو بنویسیم. ما جداول پایه نداشتیم چی داشتیم؟ بیا مثلا پایه. خب مثال یا مثلا اصلا می‌نویسیم درباره سایت مثلا می‌خوام ببینید در مثلا خودتون می‌تونید منوهاش رو چیکار کنید عوض کنید. خب چه زیرمنوهایی داشته باشه؟ ما این همه نمی‌خوام زیرمنو داشته باشه، ما یکی دو تا باشه برای مثال بس اینا پاکش کنم. ما یه سایت همه پاکش می‌کنم. مثلا ویرایش اطلاعات مشتری از جداول پایه‌تون کدوم‌ها رو ما کار کرده بودیم بگید همین رو می‌نویسم درجه مثلا کشور درسته؟ ویرایش کشور دیگه مثلا حذف کشور مثلا نگاه کنید چه اتفاق میفته. کنترل اسش میکنم بیاید این صفحه دیفالت رو هم بگیرید این دفعه بگید تو جداول پایه ببین کدوم همون فقط درز کشور ویرایش کشور حذف کشور. یه نکته هم اینجا بهتون بگم این منوها این منوی جداول پایه درز کشور ویرایش کشور اینجا نباید نشون بده، باید کجا نشونش بده؟ وقتی طرف لاگین کرد اینا رو مشترک عمومی نباید ببینه. بس بهتر اینجا توی سایت های عمومی چی می‌نویسن؟ درباره سازمان، تاریخچه سازمان، سایت سازمان، تماس با ما، این منوها میاد دیگه. چون اینا رو اینجا نشون نمیده که، اینا رو باید وقتی لاگین کرد نشون بده به کار بعد. نتونستم بهتون بگم. خب مثلا تو سایت ها یه سریشو بگید اونایی که مثلا به چشم دیده میشن کدوم هستن؟ خب بذار استوبش کنم. خب چی بنویسیم مثلا؟
مثلا فروشگاه یک پس مثال بنویسیم مثلا چارت سازمانی تاریخچه فروشگاه مثلا خودتون هدفم اینه که منو درست کردنشو بهتون یاد بدم مثلا ارتباط با درسته؟ کنترل خب اینا کریکت کدوم صفحه ها بیاد چه صفحه هایی باید داشته باشیم اینجا یعنی این که صفحه ها رو چکار میکنید به مرور زمان که طراحی کرده میتونید صفحات رو چکار کنید بذارید خودتون به یه صفحه تو HTML طراحی کنید بیارید بذارید اینجا که مثلا زدیم در ماره ما بگه تو صفحه چی در باره ما تو رفرنس دیگه خب اما تغییر رمزور بود خب بازم تغییر رمزور بودم نباید اینجا نشون بده ما نمیخوایم تغییر رمزور بود داشته باشیم مثلا محصولات مثلا اینو همه اینو ببینن دیگه باید درست نه؟ نه لاگین نکردی من درست این محصولات مثلا فروشگاه روش بزنه محصولات چی نشون بده؟ فروشگاه نشون بده خب نگاه کنید الان من اگر خودم بخوام اینو پاک میکنم میخوام خودم دوباره یه منو بذارم اینو پاک میکنم که ببینید اگه خودم بخوام منو بذارم باید چیکار کنم فکر کنید من الان منومو نگاه کنید الان من دوتا منو داره فقط حالا خودت میخوای یه منو بغلش بذاری نگاه کنم میخوام اونو یاد بگیری تا نکتش اینه ببینید فروشگاه اینک بس اینا رو داره محصولات ورود اطلاعات و پرونده بذار اینم پاک کنم ورود اطلاعات پرونده پایین مونده بذار اینم پاک کنم کدوم؟ یعنی توش یه لینک بذار اون شارپ رو برده جاش چی بنویس؟ لینک بنویس خب؟ کدوم؟ بسه اینو پاک کنم میگه سب کنید گاتی نکنم من اینا رو برم یه ارعای گذاشتم با یه ارعای بسته فروشگاه یه ارعای دربدام گذاشتم با یه ارعای بسته کنتر اس این یو ارش رو ببینید درست بسته این یه یو خب تو این یو میگه چیا باشه یه ایرانی بزن رو بس کنم بدن به شما درکش کنم خب این ایرانی باز شد اینجا بس بذاری با تستش بکنم بدون بگم چه اتفاقی داریم این بازی با دیزاین این توی دیگه داریم بازی میکنم یه کنم یه فروشگاه محصوله احسان میخوام خودش بغل این منو بذاره میخوام اینو بهتون یاد بدم الان من میخوام اینجا یه دونه مثلا بنویسم اینجا دقیقاً مثل این محصولاتو بیارم بذارم این گوشش یکی دیگه میخوام بغلش چیکار کنم اضافه کنم بدون زیر منو خب چیکار کنیم از روی این ببینید کدومو باید کپی پیست کنید کمی سوسمونه دیگه کافیه یه دونه چی اضافه کنید ببینید یه ای به این اضافه کنید به این شکل مثلا این هم چی بنویسیم منوی تستی مثلا رانش بگیرم نگاه کنید شد یه نوع بقیش منوی تستی اضافه شد آه خواهد جاش عوض کنی؟ خب ببین میخوام همینو بگم دیگه تو اینو که اینجا عوض میکنی جای اینا تونجا چی میشه عوض میشه دیگه ببین یعنی تو ترتیبی که داری رعایت میکنی ببین این اول اینو داره نشون میده و این آره تو مثلا اگه اینو کپی پیست کنی نگاه کنی دیزاینه اینا مثلا آسون هم ببین اینو بیاری روی این نگاه کنه نه اینو بیاری جای اون با این جاش عوض میشه دیدی منوی تست الان میخوام یه زیر منو دار میخوام یه دونه اینطوریشو بذارم یه دونه زیر منو دارشو بذارم چیکار میکنم آفرین نگاه کن میایید ببینید از نگاه کن این از کجا نگاه کن نگاه کنید این نیست مگه
از اینجا شروع میشه این ارائه بازه، این ارائه چیه؟ بسته است، نه فهم؟ درسته؟ کافی یه دونه از این کنترل سی کنترل وی. خب اینا که ثابته، اینا خودش نوشته دراپ داون، اینا اینجا چی می‌نویسی؟ منوی تستی باز شو. مثلا اینجا منوی اول منوی دوم کنترل اس دیس رام بگیرید. خب اینو کی نوشته؟ اینو سی اس اس بوتستراپ خودش گبرن، اونی که بوتستراپ ها نوشته، میگه اگه میخوایم منوی باز شو بذاره کدش اینه، تو بعدا نسبت به نیازت چیکارش کن؟ کاستومایزش کن. اینجا نمیخواد خودت ببین الان. خب این بقیهش هم میتونه خودتون چیکار کنید؟ انجامش بده. تا اینجا مشکلی هست؟ بس یه عکس گذاشتیم. یه دونه این عکس هم ریسپانسیو، نگاه کنید عکس با اون عکسایی که شما دیدید فرق داره. اینو بزرگ کوچیک میکنم، عکس نسبت به داره بزرگ کوچیک میشه. منو هم نگاه کنی خیلی کوچیک میشه، منو چی میشه؟ پاک میشه. نگاه. قاعده بوت استرپ اون ریسپانسیو بودنش منو چی میشه؟ پاک میشه. خب که میتونم بگی پاک نشه، تو بگی تو کدش هم نگاه کنیم بهتون میگم. خب خب بیه کدو؟ الان کو؟ کو؟ این؟ این؟ این این خودش گانو گفته که اگر بخوای بس ببین اینو من این کدی رو که میبینی ماکو آرا ثابته، تو اصلا به اینا دست نمیزنی، تو میخوای سر منو اسمش عوض کنی اینو عوض میکنی، بخوای زیر منو اگر مثلا میخوای سه تا داری به این چهار تا بکنی اینو یه کپی پیست میکنی زیرش، مثلا ارتباط با مای مثلا دو، ببین تو اینا رو یاد میگیری چطور اینا رو فریم ورک من و تو ننوشتیم، فریم ورک کی نوشته؟ توییتر نوشته، ما داریم ازش چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. ببین مثلا ارتباط با ما دو فریم ورک قانون شما ننوشته، میگه اگه میخوای اینطوری منو بذار کدش اینه، اینترنت نشون نداد، من سایتش کپی پیست کردم اینو، اصلا سر سایت بوت استرپ بری تو اون سایت بوت استرپ در بیرون میارم بهتون نشون بدم. من کدوم شکلش اینه؟ تو فتوشاپ بد طراحیش کرده. این از اینترنت شانستون نمیاره، و اگه میاره دقیقا از سایتش کپی پیست کردیم اینو، از خود سایت بوتستراپ. شما هیچ کاری نمیگم، من اینکه میدم الان من اینو چدان تقرار میکنم که واسه کاراتون جواب، فقط اینو واسه خودتون کاستومایز کنید. اینکه که من بهتون میدم، من منوها رو نوشتم، شما منوها رو بر اساس نیاز خودتون اون عکسو بعد عکس خودتو بزن، اون منوی که من دادم منو عوض کن، منوی چیو بذار خودتو بزن. خب دقت کنید، ما الان اینا رو جمع جورش کنیم ببینیم چه خبر اینجا. ما الان دو تا رو گذاشتیم، یه دونه عکس بالا بود، یه دونه اون منوی پایین بود. الان بریم برگش توی قسمت برگرد. خب من میخوام یه دایف دارم با این، اول اینو مفهومش رو بگید. آورده یه دایف رو گذاشته، اون رو ببندم، این یه رو، این دایو این، اینم دایو این، و خودش داره مشخص میکنه کدوم به کدومه، درسته؟ یه ردیف دیگه گذاشتم، خب که یه ستونش چقدره؟ سه تاست، اون یکی باید چند تا باشه؟ آفرین، رو بگی من تکمیلش کنم. اون یکی دایو من، این باید نه تا باشه، این باید چند باشه؟ نه تا، این هشتا، این چی باید بنویسم؟ نه نه بگو بنویسم، بنویسم کور تیره ایکس اس تیره دوازده.
این بودیست رپ اینه ها، کلش اگه بخوای تو یک کلمه به یکی یاد بدی اینه، این دوتا رو بتونی درکش کنی تمام. خب الان اینجا اومده بودم من یه سری توضیحات نوشته بودم دیگه، این برقای اکثر هم یه سری چی نوشته بودم، توضیحات نوشته بودم، نگاه کنیم مثلا اینجا نگاه کنیم، آورده بودم یه سری پاراگراف گذاشته بودم توش یه سری متنا نوشته بودم، درسته؟ خب منم میام برام مثلا اینجا یه پاراگراف پی میذارم، مثلا اگه میخواید دقیقاً با اون شکلی که شما میخواید نوشته بشه تگ پی آر ای بود فکر کنم، پی آر ای، آره دیگه نخواد دیگه همینطوری بنویس. این یک سامانه آموزشی برای طراحی سایت میباشد، درسته؟ در صورت مشکل به آقای مسرنیک از مراجعه نمایید، مثال دیگه اسم نیست. خب ببینید رانش میگیره، اما نگاه کنید چه اتفاقی داره میفته. کدوم قسمت این؟ این قسمت پایینه مونه. فرض یه اتفاقی افتاده، صبر کنید. من اینو فکر کنم قبل از اینکه اینو ببندم آوردمش، صبر کنید. اینو این دایو کانتینرمونه. نه. یه دایو کم داریم بچه، صبر کنید. اگه اینطور الان یه دایو دیگه نکنم، یه دایو کم داریم اینجا، این دایو رو چرا بس اینو با این انتخاب نمی کنه؟ این دایو با این دایو، این با این، این که درست. خب این رو نگاه کنید، کانتینر این هم که درسته، بکنم یه دایوی رو کم گذاشتیم. آه این یه دایو، این یه دایو، دایو یه دایف نمیده درست، بس چرا خطا میده؟ کروس کروسه اکسیدن پیارش به من خاصی سه خاصی دادی ها. آره بذارید، خب بذاریدم بهش بگم نه نه نمیخوام اینطوری بذارمش، این میخوام باکس بذارم برش. نگاه کنید یه دایو چی گذاشتم؟ کلاس باکس گذاشتم، درسته؟ باراش می‌نویسم مثلا فروشگاهه. اینا تو سایت هستن، اگه بخوای باکس بذاری کدش اینه، نگاه کنید. اگه بخوای یه بار بنویسی دایو کلاسی باکس. خب؟ بعد می‌خوای باراش و تایتلش رو بنویسید، می‌نویسید دایو کلاس تایتل باکس فروشگاه چی؟ مثلا بزرگ کوچیکش کنه. خیلی بزرگ میشه. اچ یک بنویسم اینطوری بزرگ میشه. خب؟ دایو چیه؟ دایو واقعا نمیدونی دایو چیه؟ تو ساعت دارم HTML مگه میخوندیم؟ نگفتم دایو مثل شرکت، مثل تیبه که TDTR دایو اینطوری
تو یه باکسی که درست میکنی بهش میگن دایو. بس تو این همه من سب کن ببینم، من میخواید شما یه دونه باکس بذارید، مینویسید دایو کلاس باکس، من میاید اینجا مثلا مینویسید عنوانش رو مینویسید، تو این قسمت شروع میکنید نوشته هاتون رو، مثلا متنتون رو مینویسید. نگاه کنم من متنامون رو بنویسم، خب همین بذار بمونه، هم متن ما بمونه. خب ببینید من بذار هم بگیرمش متوجه میشم، نه من درستش میکنم، عکس نداره، یه عکسشو نمیاره. ببینید اینجا باید نوشته چی؟ فروشگاه نیکبز، اینم متنشه، این تایتلمونه، این متنمون اینجا عکس داره، عکس رو نیاورد، بذار عکس هم بیارم از این سایت هم آی سی، مثلا این عکس رو میارم تو پروژهتون، اگه آوردم تو پروژهتون اگه رو هم بگیرم نگاه کنم یه اف پنز بزن، شماره عکست هم بود، عکس رو نگاه کنم درست زدیم، نگاه کنید PQR ایمیج سنکس. این عکس هست. ببین شما الان این متن رو عوض میکنید، متن خودتون رو مینویسید، اینم عنوانتون رو مینویسید. خب تا اینجا درسته؟ تازه درک کردی چه اتفاق افتاد؟ من ببندم. خب اگر مثلا من بزرگش کردم یه بار اجرا بگی دوباره، بکن این باکسر هم بزرگ نمیشه، بکن باکسمون شد بزرگ نمیشه، اما اون اندازه که من گذاشتم استاندارده، خواهد همین گذاشتمش، نکن تمام. خب تو این ببینید، تو این دایو تایتل باکس درسته، اینجا چی می نویسید؟ عنوان سایتتون رو می نویسید. خب یعنی اینو من ببینید، شما ببینید مشکل چی هست، شما فریم ورک ببینید، فریم ورک یه چیزیه، یه نفر گبرن نوشته که من کارم راحت بشه، دیگه ما برنامه‌نویسی کار می نوشتیم، خودمون همه چیز رو می نوشتیم درسته، الان به جاهایی می نویسیم که ما خودمون رو می نویسیم، اما این فریم ورک الان یه نفر نوشته ترجمه‌مون کدوم سایت توییتر، به من گفتی میخوای باکس بذاری، چایه ندارم، باید بنویسم دال کلاس باکس، من میخوام تایتل بنویسم، باید بنویسم چی؟ دال کلاس تایتل باکس. خودشم تو سایت سمپلشو گذاشته، میگه اگه تو با این فریم ورک میخوای کار کنی اونو کپی کن تو سایت خودت، چیشو عوض کن. آره از همه شون تو در بی سی اسکول هستش، اون قسمت رو برمیداری. فقط الان مثلا نگاه کن، من اینجا عکس گذاشتم، مثلا چون عکس نداشتم از عکس یکی از پروژه های دارم استفاده میکنم، خب مثلا یعنی این ICS PNG گذاشتم، شما یه عکس دیگه بذار اونجا، عکس یه فروشگاه دیگه بذار اینجا، متن دیگه هرچی دلتون میخواد مثلا اینجا بنویسیم، مثلا اینجا ببینیم متن دیگه مثلا بنویسید اینجا، مثلا منم بنویسم اینجا تو تگ پی مثلا بنویسم شما با آقای مثلا این دفعه نیک بز تماس حاصل فرمایید، عوضش کنید خودتون، تمام. ببینید رام میگیرم شماره تم میتونی بنویسی، سایت بنویسی بسا خود شماره تم بزن، این عوضی. الان من این قسمت تو سایت دیدی یه سری عکس میذاریم اینطوری عکس های عوض میشه، سه تا عکس مثلا یه تری عکس ها میگم، آره من میخوام از اینا بذارم الان تو این، به این نه قسمتی که واسه من مونده میخوام چی بذارم؟ تو این نه قسمتی که مونده میخوام از این عکسای بذارم که چیکار کنه؟ بچرخه. خب نگاه کن این کدشو گبرن نوشتن، بهش میگن کاروسل، اسمش چیه؟ کاروسل. ببین شما میاید میخواید که کاروسل رو بذارید، ببین دوباره وردی باکس گذاشته، تو باکس مثلا گذاشته فرانچیز، عنوان گذاشته، توی این تکست کانتنتش که نوشته میخوام بنویسم این وردی چی گذاشته؟ یه مثلا کاروسل رو گذاشته، اصلا من نمیخوام، من فقط کاروسل داشته باشم، مثلا این کد برمیدارم از اینجا، فقط دایواش رو دقت کنید درست برداریم که این دایواش ببینید
این ماه اینه، نه این دایو خیلی بالا رفت، این دایو من باید بردارم نگاه کنه، بکنم تا اینجاست. این دایو باید کپی پیست دایو ها دکت کنیم، برگشت مشکلی. خب این تری میکنم، کپیش میکنم. خب این چی میگه؟ این میگه که آقا زینب ببندم کوچیک بشه مشخص بشه. میگه که ببین که نوشته کاروسه اگزمپل جنری، یعنی من از اونجا سایت برداشتم و دقیقاً اگزمپل خود سایته. میگه یک کاروسه اسلایدر میخوای درست کنی و اینو بنویسی، یه میشه آیدی کاروسه اسلایدر فلان فلان. خب بعد میگه این که شارپ گذاشته روی هر عکس کلیک کرد رو کدوم سامان سایت بره، مثلا روی کدوم عکس کلیک کرد بره تو کدوم صفحه. اینجا لینکاشو تنظیم میکنه، لینکاشو دیگه هر جا شارپ دیدید جلوش چی مینویسید، لینک مینویسید. بعد اینجا نوشته ترتیب گذاشته 0 1 2، درسته؟ چون من 3 تا عکس دارم، گفته کدومش اکتیو باشه، کدومو نشون بده. من گفتم اولین عکس رو نشون بده. خب بعد الان یعنی عکس ها کجاست؟ عکس ها رو دونه دونه اینجا گذاشته. ببینید گفته این، ببینید این یکس، این یکس، این میگم این یکس، این ببینید با تگ آیتم نگاه کنید، این یکس من، درسته؟ این یکس من. خب این قسمتش هم ثابته، به این چیزی دست نمیزنه، خودش میاد اینجا، اینا بهش دست نمیزنید، همین همش رو ثابته. ببین این قسمت هست، من کاری باهاش ندارم، فقط جایی که میخوام عکس بذارم. ببین شما میخوام آیتم بهش اضافه کنید، مثلا ببینید کم داره الان یه دونه آیتم، این دوتا، سومی کوم است نذاشته سومی رو، خب من یکی هم اضافه میکنم خودم، بیا بزنم خودم اضافه میکنم. خب بزنم من IC2 IC3 عکس، مثلا دو سه تا عکس بیاریم، بگم از همینجا دو سه تا عکس پیدا کنم، IC2 و مثلا IC3 بیارم تو پروژه خودم، مثلا جلسه بعد خودتون اینا رو قشنگ عکس ها رو عوض میکنه، ببینید چه چیزای جا یعنی ادامه بده، خودت برگش رو میتونی بنویسی. هم بهت بگم اینا نشون بدم به متعجب بشین چه خبره. ببینید درسته، خب مسیر عکس ها رو درست ندادم، نگاه کن این یه عکس من، مثلا ایمیج، مثلا ایمیج اول، این یه عکس من، ایمیج دوم. خب تو بازی این سه تا نقطه چیه؟ خب میگه که میتونی اینجا از تگای دیگه هم استفاده نوشته بذاری زیرش یا چیز دیگه بذاری، اما میخوای آیتم جدید اضافه کنی فقط شما ببینید کاری که با این انجام میدید. من چند تا گذاشتم اینجا؟ 3 تا. خواستید یه خط به این اضافه میکنید، یه آیتم به این اضافه میکنید، به بقیه چیزای دست نمیزنید. ما ننوشتیم اینو، کی نوشته؟ خود بوتوست گرب نوشته، میگه میخوای آیتم اضافه کنی یه دونه به این اضافه کن یه دونه به پایین. نگاه کنید مثلا من یه آیتم گفتم، 3 تا آیتم گفتم دیگه، بذار یه آیتم هم بهش اضافه کنم، این 3 تا نقطه گذاشتی، یعنی میتونی پاک کنی یه آیتم دیگه هم بهش اضافه کنی. اینم 3 میزنم، کنترل اس آقا. خب ببینید یه عکس، 2 تا عکس، 3 تا عکس. کدومو؟ اینو نه، عکس اگه پر باشه سایهشه، عکس پر باشه عکس رو چیکار؟ ببین عکس های من خیلی کوچیکه، نگاه کنید عکس همو نگاه کنید، آره من عکس بیاریم دیگه، اصلا بیارید عکس بیاریم. از شانستم امروز اینترنت داره بازی در میاد. عکس دارید؟ 3 تا عکس به من بدید، بذار من پیکچر دارم من اینجا. خب بیاین از اینجا مثلا من 1 و 2 و 3 تا عکس بردارم بیارم اینجا، اصلا تو همین پروژهتون کجا بود؟ ای بود، درسته؟ پست. خب بیاین اینا کوچیکش کنیم،
ریسایزش کنیم چقدر؟ 50% یه بار ریسایزش کنیم 75% هم یه بار کنترل اسپید ادیت ریسایزش کنیم 50% یه بار ریسایزش کنیم یه بار چی گفت؟ میتونی CSS بنویسی براش میشه و CSS بنویسی براش نمیدن میشه اما به راحتی همینی که من الان گذاشتم نیست این من این پایش رو میذارم نگاه کنید شما این نگاه اینا اکساتون اسمش چی بود؟ اکسایی که ما داشتیم ICS ببینید F2 PK1 F2 پیک دو F2 پیک سه بیا این سه تا عکس رو بردارید بیارید کپی کنید تو پروژهتون بیا به جای این الان سه تا آیتم پیک یک ببینید ایمیج پیک یک سند تو ایمیج پیک دو کنترل وی پیک است الان سیوش کنم دیگه ببین این هر بیشتر سایز شده بیشتر کنی چی میشه؟ چرا اینطوری میکنه اینا؟ فکر کنم صبر کنید چرا سایزشو کوچیک نشون داد مطمئن باشید یکی از این دایبا بذارم اینم کجاش یه دایره کم گذاشتم 5.5 گفتم چرا این دایره ما کوچیک داره ماش داده میشه من این مشکل میترسم از چی باشه این ورژن کاروسری که برداشتم از اینترنت با این نسخه این 337 ناسازگاری داشته باشه اینطوری نشون بدم بذار ببینم چون نسخه به نسخه اینا چی میشن چرا اصلا امروز اینترنت داره آباد کاروسه بود تو ستره بینه کاروسه تا توت اینا من همه شو یعنی خودم یه خطش هم خودتون نمینیمیست بذاریم پاکش کنیم دوباره بیاریمش من فکر کنم 190 تو این قسمتش یه مشکلی هست نگاه کنیم این نباید به این شکل
کوچیک نشونش بده. بیا خود در بیسی اسکو رو رو داشت نه کنه ببینید ما میخوایم تو سایت خودمون اینو دیدی این عکس به این شکل میاد این که داره عوض میشه ما میخوایم اینو بذاریم تو سایت خودمون درسته این سایت چیه WTS که کدوم قسمته خب گفته چیکار کن گفته تو خسته نباشی فقط این کدو بعدا کنترل سی بیا پیست کن تو پروژت خب به این قسمت که ما کاری نداریم اینه دست نمیزن الان میاد این قسمت هایی که میاد این ستا گذاشته صرف یک دو منم همین کاری کرده بودم درسته و عکساشو میذارید و من عکسامو میدم میگم عکس اول من اینه کنترل اسپیس بچه عکس دوم من اینم عکس سوم هم خب کنترل اس خب هم ببارید بارید بگیم من بازم کوچیک نشون میده بیا یه کاری کنیم بزنم من اینو بردارم بزنم توی باکسی که این کاروسرمون درسته مشکل این باکس هست صرف کنیم یه باکس بذارم براش بزن مثل این یکی یه دایو چی بذارم براش بزنم بزرگش میکنم باکس رو یه دوباره گیر میده به بعضی وقتا اون تو قاطی میکنه من دارم بهش با اینکه میگم 300 تا های بگیره نمیگه بذاری رسی یا یکی از روها رو داره میندازه زیر روی گبری مشکل اینجاست من میترسم این روی ما داره میپره از اون یکی رو بیرون ببینیم میگه دیگه باید با حوصله بشینی اینا رو چکار کنی من فکر کنم Diego Togo خدایا این سه تا نه تا سه تا نه تا سه تا
به این شک کردم زد دوباره پاکش کنم بسازمش. چه حالا برم بچه این درست نشد، بذارید من بقیهش رو بگم، بقیهش رو این قسمتش رو بخونیم، من یه روی دیگه بهش اضافه میکنم با یه ستون 12 تایی. اینو نگاه میکنم فردا بهتون بگم یه جای اشتباه کردیم مطمئن. خب کاری باید ندارم، یه ردیف دیگه اضافه میکنم با 12 تا. ببینه یه روی دیگه اضافه میکنیم به صورت 12 تایی که تو حالت اسمار هم چی باشه. اکسسش هم 12 تایی باشه. چی؟ آه اینم آفه، اینم 12 تا، اینم داره. خب بعد خب از اینجا دقت کنید دوستان، ببینید من این صفحه دفاعات و اینا رو ببندم توی مستر پیج، این قسمتش مهمه، فردا به خونه متوجه نمیشه چیکار کردم. این صفحه دفاعات رو پاک میکنم، این صفحه مستر پیج ماست. آخرش دقت کنید، این آخرش موش وایسادم، نگاه کنید، یه دونه از منو، یه دونه کانتنت پریس هولدر، نگاه کنید اینا، یه کانتنت پریس هولدر باید بندازید تو این قسمت. ببینید تو این ردیف آخری که اضافه کردم یه کانتنت پریس هولدر اضافه کردم، اثرات چیه؟ ران از سرور، کنترل اسش میکنید. خب هر قسمت ما میایم یه صفحه وب فرم اضافه میکنیم، بخش وب فرم ویت مستر رو اوکی میای. خب نگاه کنید الان این سایت شما اینجاشه دیگه نمیتونید شما عوض کنید، فقط کجای سایت رو میتونید عوض کنید؟ این قسمت. خب ببینید من اومدم الان این، اگه این سامانه ما باشه در کل سایت ما، ببینید این قسمت بالا، این پایین و این عکس ثابته. سایت ما از کجا شروع میشه؟ ما این قسمت رو شروع به طراحیش میکنیم. مثلا اگر من بخوام مثلا کنترل آرتیکس یه باتم میخوام بذارم، مثلا یه باتم میذارم یا با یه ریبه، ببینید شما فهمیدید تو این قسمت کار کنید دیگه. این قسمت های سایت همیشه چیه؟ تو همه صفحات سایت ثابته. ببینید یه باتن داریم و یه ریبه. خب یه دو سه دقیقه استراحت کنید، من بیام بقیهش رو براتون این فیلم